بند کجکی یکی از پروژه های انکشافی تولید برق برای افغانستان به شمار می رود که در روی آبهای هلمند واقع گردیده است. اینک به روز سه‌شنبه تفاهم‌نامه انکشافی آن از سوی وزارت انرژی و آب و یکی از شرکت های ترکی با حضور مقام های ارشد و حکومتی در هر گرد ریاست جمهوری به امضا رسید. ما به شکل BOT قرارداد قرار انجام بدیم که ابتدا اونا می سازن، بره برداری می کنن. بعد از پایان بره برداری و مدت لازم برای که در قرارداد حتما گنجانده خواهد شد، این پروژه به دولت افغانستان انتقال خواهد کرد و مورد بره برداری ما قرار خواهد گرفت. بند کجکی در سال 1332 بالای آبهای هلمند پایه‌گذاری گردیده بود. بنابر چالش های تاکنون هیچ پیشرفتی در عملی شدن آن به وجود نیامده است. حالا آقای عثمانی تاکید دارد که با بهره برداری این پروژه نه تنها که آبهای هلمند تحت کنترل در خواهد آمد، بلکه چند برابر بند سلما در هرات برق تولید خواهد شد. مرحله فعلی که امروز تفاهم‌نامه به امضا میرسه و حدود 3 ماه بعد ما پروپوزال دریافت میکنیم. در برگیرنده تولید پروژه برای تولید برق 100 مگاوات و همچنین افزایش ذخیره در حدود 1.1 میلیارد متر مکعب که بند برق کجکی با ساختمان با تکمیل این مرحله که 3 سال در بر خواهد گرفت یکی از بندهای بزرگ منطقه تبدیل خواهد شد. تنها همی ظرفیت که ما به همین مرحله دوم کجکیر اگر با موفقیت وقتی به پایان برسانیم، از لحاظ ذخیره آبی تقریبا نزدیک به 1.5 برابر بند سلما یا بند دوستی افغانستان هندوستان است که در روزهای آخر روز شنبه افتتاح شد و موجی از شور و امیدواری در بین ملت ما و مردم ما به وجود آورد و از لحاظ تولید برق هم بیشتر از 2 برابر بند سلما برق تولید خواهد کرد. از سوی هم مقام ها در هر ریاست جمهوری امضای تفاهم‌نامه توسعه بند کجکی را در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور مهم عنوان می کنند. داده طول افغان ها لپاره دوریال زایده شده در جلالت ماب دولت مشد در احبری تلانده موج دیرو پروژو دفتتاه شاهدیو. دا پروژه د زمونږ په اقتصادي پرمختګ د جنوب غرب ولایتو په اوسیدونکو د ژوند مثبته اغیزه. این در حالی است که پیش از این پروژه بند سلما با هزینه حدود 300 میلیون دلار آمریکایی از کمک های کشور هندوستان در هرات افتتاح شد که این بند می تواند 42 مگا برق را تولید نماید. با این حال بند کجکی که چندین برابر بند سلما ظرفیت تولید برق را دارد، با باور بسیاری ها می تواند از اهمیت بسازی در کشور برخوردار باشد.